خصوصیاتی که در مورد کار یه دستگاه داریم بیان میکنید که میگید فلز قدیمی میگیره، فلز جدید نمیگیره، طلای قدیمی، طلای جدید نمیدونم، اون یون های اطرافش رو میگیره. کدوم یون اطرافی رو میگیره؟ خب اگه یون اطراف رو میگیره، همین الان باید بذاری جلوی یونیا اون یون رو بگیره، مشخص کنه تو تصویری. اگه آنتنیتون یونیابه، خب همون موقع باید بذاری آنتنیه بگیره اون فلز رو دیگه، چون میگید یون در اطرافشه دیگه، چون ایده اینو میگم. خب میگیم اصلا در اطرافشه، اون باید عدد ویدیو هم بده دیگه اگه یونیابه، اگه تفکیک میکنه، چون ویدیوهای ما رو تفکیک داراست دیگه، باید این تفکیک بیاد بالا، باید ببینی تشرد اثر تا حجمشو بدی تو مگنومه یونیاب، باید بگیری. اگه میگی که دستگاه تصویریه از دست دستگاه های مگنومتره، خب میگید این بارهای الکتریکی اطرافش رو میگیره. خب همین الان باید بار الکتریکی اطراف یه طلا رو بگیره، چون داره این بار الکتریکی رو دیگه. پس اگه داره باید بگیره. پس اینو باید بیاد چیزی رو بگید که عملا واقعا انجام بده، نه چیزی که بزگ نمیر بهار میاد برید این طلای قدیمی میگیره، فلز قدیمی میگیره. حالا بگی یه فلز جدید رو میگیره، یابنده بودن اون دستگاه، چه تصویریش، چه تو مدل آنتنیش، چه دو مدلای دیگه‌اش، یا با عدد ویدیایش، یا در پالسی وی ال اف تی آر بی اف اش ثابت شده است که آقا این فلز جدید رو میگیره دیگه، میفهمی واقعا میگیره، نه اینکه بگی آقا نمیگیره، این نمیدونم بار الکتریکی اطرافش رو میگیره، یون اطرافش رو میگیره. خب بار الکتریکی اطرافش یا یونش رو میگیره، خب باید همین الان بگیره دیگه، چون هر فلزی که شما میگه اطرافش یون داره یا بار الکتریکی داره، مغناطیس داره، بعد همین الان بذاری یونیابه بگیره یا مگنومتر بگیره دیگه، بحثی توش نمیمونه. این ساده ترین موضوعشه.